رفقا چطورین؟ من سویزی رام و خیلی خوش اومدید به پارت 15 از لیگ پرسپولیس از بازی PS 2021. ولی خب قبلش اگه کانال سابسکرایب نکردین همین الان سریع بریم پایین کانال سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، نظرتتون رو بنویسید و مثل همشه من انرژی بدید، دمتون خیلی گرمه. پیج اینستاگرام میاد بالا، اگه هنوز فالو نکردین همین الان اونم بریم فالو کنید. بزنیم بریم سراغ ویدیو. اوکی این پارت با سایپا بازی داریم، تیمی که تو بیکام لجند خودم جو عضوشم. بازی بعدی نیمه نهایی آسیا با الاهلی عربستان بازی داریم و بازی آخر این پارت یعنی بازی سوم هم با زبان اصفهان بازی داریم. اوکی برسیم به بازی با سایپای کرج. اوکی همه بازیکنان فرما اوکیه، خستم نیستم به اون صورت، ولی بازی بعدی بازی حساسیه. سعید عزت‌اللهی بره بیرون، میلاد سرلک بیاد تو، پپه باشه، بیلم باشه نیمه دوم، احتمالاً بیلم بندازم بیرون، یا میتونم اشکان دژاگا این بازی فیکس کنم. دژاگا این بازی فیکس میکنیم، بیل نیمه دوم میاریم تو که این یه خورده کم بودن نفس و قدرتشم جبران بشه، یه بازی بعدی مشکلی پیش نیاد. برو با همین ترکیب سراغ بازی با سایپای کرج. خب بچه انقلاب کرج مهمان سایپاییم، بازی اول و ببریم بازی قبل از نیمه های آسیاس و مهمه. میلاد سرلک برای احمد نوراللهی، بالاتر برای دنی آلوز میتونه دژاگا ثابت تو کنه که پاس دنی آلوز خیلی بد بود. اشکان دژاگا و بازیکن سایپا تو برگردن لیایچ ثابت تو شد و همونجا سر ضرب ضربه قشنگش رو زد و یه کورنر به دست داد به تیم پرسپولیس. بده لیایچ کورنر رو بکش، خوب کشیدی و میلاد سرلک ضربهش به اختلاف کم بالا دروازه سایپا و کوروش ملکی به بیرون رفت. تحت فشار بودن بازیکن سایپا و ترجیح دادن یه پرتاب تقدیم پرسپولیس کنن. دنی آلوز سانتش به مهدی قادری نرسید و اینجا بازیکن سایپا خیلی خوب تو برگردوندن. سعید آقایی، لیایچ، احمد نوراللهی برای دنی آلوز، سانت دنی آلوز، مهدی قائدی و ضربه مهدی قائدی با چه اختلافی کمی طول دروازه رو لمس کرد ولی از بیرون و گلی به ثمر نرسید. لیایچ، دنی آلوز، خود لیایچ، مهدی ترابی هم میخواستم مهدی قائدی رو پاس بدم، مطمئنه از اونجا به ترابی پاس نمیدادم من. احمد نوراللهی، دژاگه، دنی آلوز و مهدی قائدی که این بار ضربه سرش دروازه بان گرفت. لیایچ موقعیت داره، ضربه بلاک شد. دنی آلوز و توی دروازه، کاپیتان دنی آلوز دروازه سایپا رو ثانیه آخر نیمه اول باز میکنه پرسپولیس. به توپ بس یه لحظه دروازه سایپا رو و فقط میخواست گل بزنه تو نیمه اول، همین اتفاق هم افتاد و سایپا بازنده به رختکن و پرسپولیس با تک گل دنی آلوز پیروز میره به رختکن. بازی کامل دست من بود، حقم بود این نتیجه، حتی بیشتر از یه گلم حقم بود، ولی حالا همین یه گلم راضی کننده است. دنی آلوز برای اشکان دژاگا، مهدی قائدی، یه پاس خوب از سعید آقایی، میریم برای گل دوم و ترابی نذاشتن ضربش رو بزنه و خطایی بکنم ترابی هم اینجا گرفته شد، خیلی مسخره، خطای ترابی هم اینجا گرفته شد و داور نذاشت حمله پرسپولیس ادامه پیدا کنه. سرلک، سعید آقایی، مهدی ترابی، ببین گل دوم میتونیم ببینیم. بله زیبایی مهدی ترابی بار دوم دروازه کوروش ملکی رو باز میکنه. حالا پرسپولیس با دو گل از سایپا جلو خیالش راحته، تقریبا که نه 100% راحته. حالا این صاحب تعویض دژاگایی که خوب نبود رو بندازم بیرون، اللهیار صیاد منش رو بیارم بازی، مهدی قائدی هم خوب نبود، شهریار رو بیارم تو یا نه واسه دفاع رو تعویض کنم. دنی آلوز بره بیرون، مهدی شیری بیاد تو، علی شجاعی هم بیاد به جای سعید آقایی، کاپیتان هم که احمد نوراللهی و همین عالیه. لیایچ و خطایی که بره لیایچ گرفته شد احساس میکنم، داور عجیب بود که آوانتاژ نداد این صحنه رو.
و کارت زرد به صادق بارانی نوشته میشه. میلاد سلک، احمد نوراللهی و توپشو به راحتی از دست داد و توپشو گرفتن. محسن مسلمان، نیک خو، عقبتر امید دوره، مرتاد عبدی، صادق بارانی، رضا جعفری، برای بازیکن تازه واردشون رضا علیاری که یه بار صاحب توپ شد، سانت خوبی هم کشید ولی پیام نیازن صاحب توپ و دیگه هم باید منتظر شنیدن سوت پایان بازی باشیم. بله، پایان بازی پرسپولیس 2 سایپا 0. بازی ما قبل نیمه نهایی آسیا رو پرسپولیس خوب برد، یه کلینشیت عالی، دوتا گل خوب و یه نیم نگاه بعد داشته باشیم به بازی تیمای دیگه هم رقیبمون تو لیگ، ببینیم اونا چیکار کردن. نیمه دوم یه دونه فقط موقعیت داشتم که همون یه دونه هم گل شد. دمه بچه‌ها گرم. و دنی آلوز شد ستاره بازی، حقش هم بود، خیلی خوب کار کرد دنی آلوز. زباهن همچنان داره میبره، نساجی هم برده بازیشو و هنوز صد جدول خیلی متزلزله. ما 46 امتیازه ایم، زباهن 45، نساجی 44، استقلال و سپاهان 42. ما واقعی تیم هم یه فاصله زیادی دارن با همون و خطری نمیتونن ایجاد کنن روی موقعیتمون. 24 تا بازی کردیم، 6 تا بازی کلن از لیگ مونده و این 6 تا رو نباید امتیاز از دست بدم. یه بازی مهم دارم این پار، بازی با زباهنی که رتبه دومو داره. خب رسیدیم به بازی با الاهلی عربستان نیمه نهایی آسیا. بازی رفت تو ورزشگاه آزادی قرار برگزار بشه. سعید عزت‌اللهی ندارم، میلاد سرلک هم فرمش پایینه، چیکار کنم؟ محمد شریفی رو مجبورم بازی بدم دیگه. همه خستن ولی فرما اوکیه، یعنی این بازی میتونم داشته باشمشون. برای بازی با زباهن یه خورده کارم سخت میشه، اشکال نداره. خب حالا بیلو یه استراحت دادم بازی قبلی بهش، این بازی حالا نوازش کامله. ما با این الاهلی تو دور گروهی هم تو یه گروه بودیم که دهن ما رو این نیانگش سرویس کرد، الان هم توی ترکیب اصلی قرار گرفته. خب ریتینگ 81ه، ولی خب ما این اون موقع گرت بیل و دنی آلوز و پپه و لیایچ و اون دو سه تا خریده جدید دیگه‌مون هم نداشتیم و تیم الان خیلی قوی تر از تیم نیم فصل اوله و میتونیم الاهلی تو ورزشگاه آزادی راحت ببریم. برسیم به بازی با الاهلی عربستان، برو بریم. خب ورزشگاه آزادی میزبان بازی حساسه پرسپولیس و الاهلی نیمه نهایی آسیا. بازی رفت توی آزادیه و پرسپولیس میدونه که چقدر این بازی میتونه براش حساس باشه. باسته رو خیلی خوب مدن باشه. بازی قبلی درسته بازی رفت و توی خونه خودم باختم از استقلال، خب ولی بازی برگشتم تو همون ورزشگاه آزادی بود و خیلی قضیه فرق میکرد، ولی این سری بازی برگشت عربستان و کامل فرق میکنه. لایار صیاد منش همین ابتدای کار میرفت که با یه ضربه آکروباتیک دروازه الاهلی رو باز کنه، ولی ضربهش اختلاف کم بالای دروازه بیرون رفت. یاسر المسیلم گریمل برای المولد، مارکو مارین برای عبدالرحمن غریب که وای احمد نور نتوست بازش بگیره، به لیلی، نیانگ خطرناکه و ضربهش خداشو خیلی آروم بود و نیازمند راحت صاحب توپ شد. دنی آلوز، لیایچ، دفاعی کار کردن، من هجومی کار میکنم چون اونا میخوان که نبازن توی آزادی و ما ولی باید ببریم تو آزادی. گریمل برای مولد، مارکو مارین، مولد، الموسا، عبدالرحمن غریب که پاس بهش نمیرسه و یه موقعیت خوب میتونه برای پرسپولیس شیک بگیره. گرت بیل و ضربه گرت بیل به زیبایی هرچ تمامتر، ضربه غافلگیر کننده گرت بیل به گل اول پرسپولیس دقیقه 15 همه بازی تبدیل شد. خیلی گل بیل قشنگ بود، توپ دوزی از احمد نوراللهی، صیاد و پاس اللهیار و ضربه بغل پای قشنگ از گرت بیل. از این زاویه هم دوباره ببینیم، خیلی ضربه بیل قشنگ بود، دیدم اومد رو پای چپ، گفتم همونجا بزنم و خیلی فنی و خوشگل زد و توپ چسبید به تور دروازه الاهلی. هر چقدر تو دور گروهی الاهلی خوش شانس بود و من هر چی ضربه میزدم به گل تبدیل نمیشد، این بازی اولین ضربه‌ام به گل تبدیل شد، گل خوشگلم زدم. بلیدی و
برای نیانگ. نیانگ توپو میرسه به مارکو مارین و محمد شریفی عالی توپو گیره. محمد شریفی که اصلا خودش هم حتی فکر نمیکرد که این بازی تو ترکیب فیکس پرسپولیس قرار بگیره، ولی بعد فرم بده هم سرلک هم عزت اللهی مجبور شدم بازیش بدم که تا اینجای کارم بد کار نکرد. گرت بیل، اللهیار سیاد منش توپشو زدن اللهیارو و عالی کنونی زادگان توپو دوباره پس گرفت. دنی آلوز پاسش به گرت بیل نمیرسه، گرت بیل خودش میره دنبال توپ. دنی آلوز برای ترابی توپ برمیگردونن. احمد نوراللهی، لیایچ کاشته شده براش و گل دوم. اشمام چه ضربه خوشگل زد لیایچ با پای چپ. اینو دیگه انتظار گل زدن نداشتم با پای چپ، خیلی ضربش خوب بود. انصافا همیشه که کار علالی تو همین بازی رفت داره یه سره میشه با درخشش بازیکنهای خارجیش پرسپولیس. تا اینجا یه کار دویچ از علالی جلو افتاده. هنوز دو سوم بازی مونده، باید ببینیم علالی به بازی بر میگره یا این پرسپولیسه که توازن گلو بیشتر میکنه تا بازی برگشت خیالش دیگه راحت باشه. نیانگ یا پپه که نیانگ موفق تر عمل کرد، ولی همتیمیش توپ گن زد به توپی که گرفته بود نیانگ. ترابی، لیایچ زنده گل دوم پرسپولیس، نتونست توپو نگه داره و اینجا پپه این بار در برابر نیانگ موفق و خیلی عالی عمل کرد. پپه، گرت بیل و دنی آلوز واسه گرت بیل، دنی آلوز گرت بیل نمیرسه، خود دنی آلوز صاحب توپه. گرت بیل یه چرخش اضافه کافی بود تا تو دست بره، ولی همچنان بازی پرسپولیس انگ صاحب توپن. پرسپولیس بی خیال نیست، میخواد گلای بیشتری بزنه توی نیمه اول. دنی آلوز برای اللهیار صیاد منش که توپو خیلی خوب رد کردن از زیر پای اللهیار. دنی آلوز پاس برای ترابی که نمیرسه، اللهیار برگشت توپ ارسالی. دنی آلوز رو میچسبونه به طول دروازه الاهلی. سه تا شوت تو چارچوب، سه تا گل. عالی 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 عالی، انتظار نداشتم اینقدر راحت بازی پیش بره. الاهلی عملا هیچ کاری نتونسته بکنه تا اینجا کار و پرسپولیس داره به قدرت میره سراغ فینال آسیا. فکر کن کارت زرد رو بگیره سعید آقایی که نه، داور این بار بهش تذکر جدی میده. نیمه اول هم دیگه 45 دقیقهش تمام، نمیدونم چند دقیقه وقت اضافه داده این باگی که این پچ داره، نمیدونم چند دقیقه است. گرت بیل نمیدونه صاحب توپ بشه. وای وای وای، بازی اسکریپت بدی خورد و احمد نور دیگه توپو در میاره و نیمه اولم تموم میشه. پرسپولیس 3 الاهلی 0. عالی، 4 تا شوت 3 تا شوت 4 شوت 3 تا گل، خیلی راضی کننده است. بیشتر از اون چیزی که حقم بوده گل زدم این بازی. الفاتل، گریمل، موسا، مارکو مارین، الان دیگه الاغ اتفاق در اومد منطقی، چون دیگه سه تا گل خورده و باید به فکر زدن گل باشه تا امیدی برای بازی برگشت داشته باشه. خیلی پاس بد بود و به قریب نرسید و پپه توپو برگردون. گرت بیل پاس به لیایچ که تکل بد بازیکن الاهلی به زرش تموم شد و وای چقدر بد زد ضربش اللهیار، هرچند که بد شانس هم بود ضربش، همین ضربش هم به تیر دروازه خورد. پرسپولیس میتونست چهارتایی کنه الاهلی تو دقیقه 50 بازی. المولد اول از بین موسا، مارکو مارین و توپی که شریفی عالی از مارکو مارین گرفت، عالی کاری کرده محمد شریفی. اللهیار صیاد منش یه موقع دیگه. گرت بیل وای ضربه رو نزد، گرت بیل سایه توپو زد به جای خود توپ، اشتباه. اللهیار توپ گرت بیل میرسه بازیکن الاهلی تعلل خیلی مسخره‌ای کرد. گرت بیل اومدم بیارم رو پای چپ ضربه بزنم، یه خورده خودخانه کار کردم و توپو گرفتن بازیکن الاهلی.
مسلم پاسبری غریب لیایچ غریب که ایش کدوم تو مرسی حسین کنانی زادگان لیایچ احمد نوراللهی گرت بیل برای الله یار که تو آفساید تو بهش رسید بازیکن علیلی خوب آفساید و خالی کردن برای الله یار تا الله یار تو آفساید صاحب توپ بشه. مسلم بلند نیانگ ضربه سر اولو میزنه ولی خوب نزد و توپ رسید به دنی آلوز. اشتباهی کرد دنی آلوز، خدا رو شکر که بیورزه بود بازیکن الاهلی. لیایچ یه موقعیت میده شیک بگیره برای پرسپولیس. الله یار، گرت بیل، دنی آلوز، سانت دنی آلوز برای الله یار که باز اومد. الله یار این بار دوباره یه ضربه آکروباتیک بزن این بار ولی توپ به پاش نخورد اصلا تا بخواد ضربه زده بشه. غریب مارکو مارین بلند برای نیان که پاس مارکو مارین خیلی بد بود و نیازمن راحت صاحب توپ شد. سعید آقایی، محمد شریفی، مهدی ترابی و خطایی که مرتکب شد بازیکن الاهلی به روی مهدی ترابی. دقیقه 78 بریم سراغ تعویض. لیایچ بره بیرون، اشکان دژاگر بیاد تو، مهدی ترابی بره بیرون، مهدی قائدی بیاد تو، الله‌یار بیاد چپ، سعید آقایی هم بره بیرون و علی شجاعی بیاد به بازی. میخوام خودخانه عمل کنم از اینجا با گرت بیل یه ضربه رو بزنیم ببینیم چی میشه. یه ضربه گرت بیل، ای وای وای وای، یه خورده اگه الله یار جلوتر بود میتونست ریباند ضربه گرت بیل رو به گل تبدیل کنه. ضربه بیل بد نبود، یه خورده فقط زیادی کات داد رسید به وسط دروازه. ولی خب اینقدر ضربهش محکم بود که دروازه نتونه یه ضربه بگیره. الله یار سیاد منش ثابت توب نشد. بازیکن الاهلی خیلی بد بودن این بازی، یعنی بهتریناشون افتضاح بودن، نیانگ، مارکو مارین و بقیه بازیکنشون هم همین جوری، واقعا همشون یکی از یکی بدتر بازی کردن. حقشون بوده این باخت مقتدرانه. قریب برای عمر سوما، عمر سومایی که به جای نیانگی که فوق العاده بد بازی کرده بود به بازی اومد، بازی که با تجربه تیم الاهلی عربستان. یه موقعیت مهدی قائدی داره ولی توپشو گرفتن به راحتی، فرمش پایین و همین کافیه تا توی دوئلا راحت تو از دست بده مهدی قائدی. مارکو مارین، علی شجاعی اذیتش کرد، مجبور شد پاس به عقب بده مارکو مارین. کلن خیلی پرس از جلوی بازیکن‌های پرسپولیس این بازی عالی بوده. اشکان دژاگر، توپ قائدی نرسید. عمر سوما و پایان بازی برتری مقتدرانه 3-0 پرسپولیس تو ورزشگاه آزادی. راه صعود به فینال هموار و هموار و هموار شد. نیمه دوم پرسپولیس بازی در اختیار داشت و علی اصلاً حرفی برای گفتن نداشت. ستاره بازی هم الله‌یار صیاد منش بود که میتونست بیشتر از یه دونه گلم بزنه. همه بازیکن خوب بودن، 2-7 داشتیم، 2-7 داشتیم. کلا یه دونه محمد شریفی 5.5 شد که به نظر من شریفی هم خوب کار کرد. نمیدونم بازی چرا 5.5 داد بهش. برای من راضی بودن از بازیکنامون. اونورم اف سی سئول 3-0 جنبوک موتور زده. تقریبا میشه گفت فینالیستا معلوم شدن، مگه اینکه بازی برگشت اتفاقای عجیب غریبی بیفته. ولی با این نتیجه به نظر ما میخوریم به FC سئول توی فینال آسیا. خب برسیم به بازی حساس دیگه این پارت، بازی با زوباهن. زوباهنی که رتبه دوم لیگو داره و چسبیده ما و اگه به بازیم ازش صد جدول تقدیمش کردیم. برو برسیم به بازی با زوباهن، بازی حساس لیگ. پپه بره بیرون چون هم خسته است هم فرمش پایینه. کنانی زادگان هم بره بیرون، احسان حسینی بیاد تو، احمد نور بره بیرون، میلاد سرلک بیاد تو، مهدی قائدی بجود به جای الله‌یار صیاد منش، حامد لک رو بیارن به جای پیام نیازمند این بازی، گرت بیل هم باشه، مهدی تورو بیاد به جای اشکان دژاگر، بقیه بازیکن هم باشن چون یکم دفاع ذخیره است. هرچند که خب سجاد حسینی خودش یه پا دفاع فیکس حساب میشه، یه دونه احسان حسینیه که ذخیره اومده تو، اونم
ریتینگ کمی نداره نسبت به جلال حسینی و بقیه بازیکنام اوکی ان، میتونیم به برد جلوی زباهن خیلی امید داشته باشیم. برو بریم سراغ بازی. خب ورزش آزادی این بار پرسپولیس میزبان زباهنه. پرسپولیس بازی قبلی تو این ورزشگاه الاهلی رو در هم کوبید، حالا با یه روحیه فوق العاده باید سراغ بازی با زباهن تا بتونه زباهن هم ببره و اختلافش با رتبه دوم لیگو زیادتر کنه. لیایچ برای سعید عزت اللهی، مهدی ترابی، پاس به مهدی قادی نمیرسه. باز دفاعی کار کردن این پارت، همه رقیبا نیمه اول دفاعی بودن، ولی خب همه هم تو نیمه اول بهشون تونستم گل بزنم، هم الاهلی هم سایپا، و حالا ببینیم جلوی زباهن هم میتونیم اول گل بزنیم یا نه. بوله سلک عالی توپ رو گرفت، باز به لیایچ، یک بالا دست سعید عزت‌اللهی عالی ثابت توپ کرد. قائدی، ترابی سعید آقایی خوب را میندازه، موقعیت دارم بازیکن پرسپولیس. سعید آقایی پاسش نمیرسه به قائدی و توپ بر میگرده. حمید ملکی بلند به ابوالفضل عکاشه که توپ بر میگرده. دو تیم دارن سرعتی حمله میکنن تا بتونن گل بزنن. تو همین نیمه اول مهدی قائدی چرخش کرد ولی نذاشتن ضربهشو بزنه مدافعین زباهن. یه خطا هم داور گرفت ولی زباهن یه خورده سختگیرانه عمل کرد. اگر نه این بچگی اصلا زورش به کسی نمیرسه بخواد بزنه زمین. احسان حسینی نمیتونه ضربه سر بزنه. ایوان مارکوویچ وای بگیرین توپو وای چه موقعیتی بود که خدا رو شکر از دست رفت برای تیم زباهن. چقدر این ایوان مارکوویچ خوب کار کرد، دفاعمون نه سید جلال نه احسان حسینیش کدوم نتونستن جلوش ایستادگی کنن. لاس علی، گرت بیل، مهدی قائدی، ترابی، سعید آقای باز را میندازه. مهدی قائدی این بار پرسپولیس که یه موقع جدی از دست میده. دو تیم دارن خوب حمله میکنن و فعلا هر کدوم یه موقعیت خیلی حساس داشتن که هیچ کدوم به گل تبدیل نشده و پرتاب پرسپولیس به همین راحتی به همین زیبایی. لیایچ، عقب تمیلا سلک، سعید عزت اللهی، مهدی ترابی، مهدی قائدی. ضربه مهدی قائدی که بد نبود ولی زاویه نداشت. یوسف بهزادی دو ضرب مهار که ضربه مهدی قائدی رو بلند برای میوان مارکوویچ. سعید عزت‌اللهی هم پشتش هست که موفقم عمل میکنه سعید و توپو به لیایچ میرسونه. لیایچ برای گرت بیل، خود گرت بیل، دنی آلوز رو میندازه. سانت خوبه دنی آلوز، یه خورده ترابی عقب بود، اگه یه خورده جلوتر بود میتونه اسکول اولو به ثمر برسه. مهدی ترابی که بازی با سایپا هم یه گل زد برای پرسپولیس. گرت بی، دنی آلوز یه دیبل خوشگل از دنی آلوز. سید جلال حسینی، مهدی ترابی، مهدی قائدی، سعید آقایی، سانت سعید که یک کورنر فقط با این سانت به دست میاد. راست با لیایچو داریم، بیاد لیایچ بکشه کورنر رو، شاید اتفاقای خوبی بیفته با این کورنر. لیایچ، مهدی ترابی و ضربه سر زیر تاقی ترابی. دقیقه 37 بازی به گل اول پرسپولیس مبدل میشه. سانت خوشگل و ضربه سر خوشگلتر. مهدی ترابی که دعوای صحبت میکردم دروازه زباهن رو باز کرد. بازی قشنگی بود نیمه اول، دو تا تیم خوب کار کردن ولی این پرسپولیس بود که زودتر به گل اول رسید. یوسف بهزادی کوتاه با قرشی بازی میکنه. سنگرگیر، ابوالفضل عکاشه، عکاشه که یه موقعیت خیلی جدی از دست داد، موقعیتی که اگه گل میشد شاید بازی خیلی فرق میکرد برای دو تیم. لیایچ، گرت بیل، مهدی قائدی، خود لیایچ، واسهش بد بود برای سعید آقایی. سعید آقایی البته نفوذ نکرد، انتظارش هم نفوذ کنه ولی نفوذ نکرد و موقعیت دست رفت. پرتو برای منه یا برای اوناست؟ برای من شد پرتو. 30 ثانیه مونده تا پایان نیمه اول.
و موقعیتی که فکر نکنم هیچ کدوم تیم‌ها داشته باشن و داور سوت زد. اگه سوت نمیزد حساس و ضد حمله داشتم میخوردم. نیمه اول نیمه بدی نبود. زبان یه موقعیت درست داشت فقط، ولی یه موقعیتش خیلی خطرناک بود. اگه گل میشد دهن من رسما سرویس میشد. اکاشی شروع کننده بازی با قریشی بازی میکنه. الله که اتفاق در اومدن تا بتونن گل رو جبران کنن بازی کنه زباهن. سنگرگیر برای محمود عبدی و توپی که دو نفری عزت اللهی و آقای دوتا سعیدای تیم پرسپولیس زدن از بازیکن زباهن و توپی که این دوباره دست میده. یه خورده دارن بازیکن پرسپولیس پر اشتباه عمل میکنه تو میانه زمین، توپ زیاد از دست میدن، ولی خب مهاجمات جبران میکنن توپ از دست دادن. آفکا رو یه اشتباه داشتن میکردن بازیکن زباهن که مدافعشون یهویی فهمید که توپ داره لو میره و توپو گرفت، نذاش به گرتفیل برسه توپ خاکی. ولی قریشی دوباره خود خاکی بلند، ابوالفضل عکاشه یا احسان حسینی، که احسان حسینی ضربه سر اول عالی زد. سید جلال حسینی عقب با حامد لک بازی میکنه. حامد سری بده به احسان، دنی آلوز، میلاد سرلک، سعید عزت اللهی. ولی ترابی قشنگ صاحب توپ کرد. قائدی قائدی چی کار میکنی عزیزم؟ خرید موفقی خیلی نبود مهدی قائدی برای من، اونجوری که فکر میکردم عمل نکرد. یه خطا رو ولی اینجا خوب گرفت، پنالتی از ایسکایی، فکر کنم ایسکایی بود، بیرونه محبت جریمه خطا اتفاق افتاد. خود لیایش پشت توپ، گلو بزن لیایش جان، و توی دروازه گل دوم پرسپولیس. ایسکایی لیایش با برخورد به دیوار دفاعی زباهن به گل تبدیل میشه و پرسپولیسی که خیالش راحته از جدال با تیم رتبه دوم، حالا دو هیچ جلو افتاده. تا اگه نساجی هم امتیاز دست داده باشه یه فاصله ای با رتبه دوم ایجاد کنه تا اون 5 تا بازی باقی مونده یه خورده خیال پرسپولیس راحت تر باشه. خطا، بله خطای سعید عزت اللهی به روی بازیکن زباهن گرفته شد. بریم سراغ تعویض. احسان سعید آقایی کم آورده، آره بره بیرون. علی شجاعی هم ندارم ولی متاسفانه. مهدی شیری رو میارم میذارم اینجا، از هیچی بهتره. دنی آلوز هم آخه خالی کرده. احمد نوراللهی دفاع چپ میذارم، مهدی شیری دفاع راست. کاری از دستم بر نمیاد، مجبورم چین کاری کنم. یه تعویض دیگه هم دارم، آره نگه میداریم ببینیم کی میاد به بازی. فعلا دوتا دفاع چپ و راست رو تعویض کردم چون خسته شده بودن. الان بیشتر نیاز دارم که گل نخورم چون به اون چیزی که میخواستم رسیدم و فعلا دو هیچ از زبان جلو. اما گلم خوردم، چقدر گل خوشگلی هم خوردم، چه سانتری و چه ضربه سری. حالا اون چیزی که نمیخواستن اتفاق افتاد و زباهن داره فاصله داره میرسه، یعنی یه گل زد. حالا مطمئنم میاد که گل دوم بزنه به جدوف برای محمود عبدی و توپی که احمد نوله عالی گرفت. ترابی عزت اللهی بزن توپو، بله توپو نزد پای بازیکن زبان زد ولی داور خطا هم نگرفت، دست داور درد نکنه. مهدی شیری برای گرت بیل و توپی که گرت بیل از دست میده. حمید ملکیه خورده بازیکن پرسپولیس با استرس دارن بازی میکنن بعد از اون گلی که خوردن، یه خورده استرسشون رفته بالا. قائدی که قشنگ توپو گرفت، ضربه‌ش هم فنی بود ولی با اختلاف کم بال دروازه زباهن بیرون رفت. چقدر خوب بود اینجا ضربه قائدی، چه قلدر بازی در واد اینجا مهدی قائدی، ضربه‌ش هم بد نبود. یه خورده اگه خوش شانس تر بود گل سوم پرسپولیس به ثمر می‌رسید. بریم سراغ تعویض. لیایچ بره بیرون و اشکان دژاگر بیاد به بازی. وای این 12 دقیقه به خیر بگذره، امتیاز از دست ندم. چون مساوی هم کنم احتمال اینکه نساجی بیاد به جای ما زیاده، یا حداقل هم امتیاز بشه با ما وجود داره. جاگه گرت بیل، یه نفوذ کن گرت جان، یه نفر جا بذار که نتونستی جا بذاری، ولی یه کورنر رو گرفتی، دمت گرم. خودت این بار یه کورنر قشنگ بگیش اونور که لیای چیه بار قشنگ کشید.
خوب کشیدی و گل نشد ولی خورد به بازیکنی که تو دروازه قرار گرفته بود. چه سانتری کشید گرت بیل. خود بیل با میلاد سرلک بازی میکنه، اشکانی تشاگه ترابی و توپی که دست به ضد حمله داره شیب میگیره برای زوباهن و خدا رو شکر توپ از دست داد اشکان دژاگه. خود دژاگه ضربه‌ش زد و کورنر هم گرفت. این کورنر خوبه، کورنر دوست دارم من، کورنر زیاد میتونم گل بزنم و این خوبه. دوباره یک کورنر قشنگ بکش گرت جان. اوخ اوخ خوب بود بچه ها، خوب رد کردم بازیکن زوباهن. چی شد جان؟ چرا زیر دوخم هم دیگه گرفتن؟ اینجا یه خطای خوشگل اینجا انجام داد میلاد سهلک و کارت زردش میارزید. یعنی گن زد به حمله و ضد حمله زوباهن. قرشه شروع کننده بازی، چند ثانیه مونده تا 90 دقیقه تموم شه. نمیدونم تا چند دقیقه وقت اضافه بده ولی یه خورده دووم بیارم تموم. 5 دقیقه وقت اضافه، لعنت به داور، لعنت به مهدی ترابی. واسش به قاعدی نمیرسه ولی پرتابو گرفت. 2 دقیقه مونده، این 2 دقیقه رو ثابت توپ باشم تمومه. یه خورده خودم هم استرس گرفتم. اشکان دژاگه برای قاعدی توپش نرسید، تمومه دیگه. پایین بازی، برتری 2-1 که پرسپولیس تو بازی حساس لیگ جلوی زوباهن. حالا ببینیم جدل به چه صورت میشه با باخت زوباهن و بردن پرسپولیس. زوباهنی که واقعا کاری نکرد، کلا یه دونه شوت تو چارچوب داشت و همون هم گل زد. کلا من یه چون حساسیتی نسبت به حامد لک پیدا کردم، بازیایی که تو تیممه گل میخورم، یعنی نمیتونه خیلی خوب کار کنه، هرچند که گله یه جوری بود که اصلا کاری نمیتونست بکنه. در کلی که خیلی بهتر از این باید میبردم ولی خدا رو شکر بردم. و لیایچ یک پاس گل داد، یه گل هم زد و حقش بود ستاره بازی بشه. نساجی هم باخته، زوباهن هم باخت. استقلال ولی با بردن، نمیدونم رقیبش کی بوده، ولی با برد اومد رتبه دوم تا تیمای سرخابی رتبه اول دوم رو داشته باشن. اگه من دوتا بازی رفت و برگشت دربی و استقلال رو نمیبردم، الان جامون خیلی فرق میکرد. استقلال بود که صدر جدول با اقتدار داشت. خدا رو شکر، خدا رو شکر که صدر جدول فاصله گرفتیم. فینال آسیا هم که دیگه تقریبا داریم میریم، چون بازی رفت نیمه نهایی عالی بردیم. جام اسفی هم که فینالش مونده. پرسپولیس یه جام اول فصل از دست داد، جلوی استقلال سوپر جام از دست داد، ولی سه تا جام اصلی این فصل هنوز مونده و کاملا در دسترس پرسپولیس تا بتونه یه سگانه قشنگو به دست بیاره. و رفقا مرسی که تا آخرین بود منو همراهی کردین. اگه کانال سابسکرایب نکردین همین الان رو اکسن بزنین کانال سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، نظرتون رو بنویسید و مثل همیشه من انرژی بدید. دمتون خیلی گرمه. دوتا بارت قبلی بازی گذاشتم، اگه ندیدین حتما دوتا هم برین ببینین. مرسی مرسی مرسی، دمتون گرم.